پیشوا، سران معروف و الگو همه اینها مفاهیمی هستند که می توانند در ساختار شخصیت فرد یا خراب شدنش نقش داشته باشند و می تواند مسئله مهمی باشد و تأثیر گذار قوی روی شخصیت جوانان باشد و شکی نیست که هر شخص عاقلی برای خود الگوی مناسب و با اخلاق و منشی پایدار برمیگزیند که دارای صفات پیروزمندانه و اسباب کامیابی باشد و از طریق آنها به این شخص اقتدا کرده و پیرو راه او باشد و هر چقدر که جوان مسلمان برای خود به دنبال الگوی مناسب باشد نمیتواند الگویی بهتر از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و همچنین اصحاب کرام رضی الله عنهم را پیدا کند بزنها زید ابن ثابت رضی الله عنه وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم او را موظف به یادگیری زبان یهود کرد و زبانشان را به مدت پونزده شب به خوبی یاد گرفت و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما تلاش کرد و توانست علمي وسيع راجام کند و بعد از إن علم اش را ناقل مصعب ابن عمير رضي الله عنه پیامبر صلّى الله عليه وسلم salam او السفير به عنوان سفیر به مدینه فرستاد و انجار باقران فاتح كارد معاذ ابن جبل رضي الله عنه پیامبر صلّى الله عليه وسلم salam او را به عنوان دعوتگر فرستاد اسامه بن زید رضی الله عنهما پیامبر صلی الله علیه و او را فرمانده لشکر مسلمانان در جنگ باروم قرار داد و آن وقت 20 سالگی اش را کامل نکرده بود و این گونه بودن صحابه با توجه به صغر سن آنها خطرات را تحمل کرده و اسرار را حفظ می و خدایشان را در شب و روز عبادت میکردند و بهترین الگو و نمونه بودند الله تعالی می و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که به کی از آنان پیروی کردند الله از آنان راضی گشت و آنان نیز از او راضی شدند و باخای در بهشت برایشان مهیا کرده است که جویبارها از زیر درختان آن جاری است جاودانه در آن خواهند ماند این همان رستگاری و کامیابی بزرگ است